جشنواره تلویزیونی از تلویزیون بهار و سپاسگزار از تماشاگر آریا که سردای زیبایی به تقدیم شما کردن. تمنا دارم از سردای زیبایشان لذت ببرید. بله، هنرمند بدی را شما معرفی میکنید کی هستم؟ خب، هنرمند بدی را معرفی میکنیم، اما ما باید یک شعر دکلمه بکنیم، چون یکی از دوستان گفت که بکتاش اکثرا شعرهای پشتو دکلمه میکنن، یاد یک شعر دری هم دکلمه بکنیم، نظر شما چی هست؟ سیار آدیس دو سال نظر هستیم؟ یک شعر دری، درست هست؟ هرچی میخواهم از یاد برم ممکن نیست، هرچی میخواهم از یاد برم ممکن نیست، من تو را دوست نمیدارم اگر بگذاری. بی سبب نیست که پنهان شده ای پشت غبار، بی سبب نیست که پنهان شده ای پشت غبار، تو هم ای آینه از دیده من بیزاری. شاید یک چک چک دوستای عزیز، دوستای عزیز شما یک چک چک نمیکنید، نه در تکایی نه در انرژی تو هکار داریم، در غیر از اون ما که اینجا استاد هستیم واسه انرژی خود میخوادیم. حالی اگر نمند مومن خودم که هستم میخواد چون مرد کنیم. بله خب، آوازخوانی که حال هنرنمایی میکنه آقای وحید امانی، آوازخوانی خوب کشور ما هستن و سرودای زیبایی نه تقدیم با شما میکنن، تمارا دارم شما از سرودای زیبایی شما لذت. وحید جان امانی سرودای زیبایش تقدیم اتا میکنن و در خط میریم به صرف رضا. سلامت باشه. تشکر دوستای عزیز، به افتخار هنرمند ما یک کف بزنید لطفا. تشکر. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنهای عزیز خود و همه کوچولوها و خردهایی که در خانه هستن، خدمتشان مرحمت و شفقت تقدیم میکنم و لحظاتی که در خدمت شما هستم با اجرای چند آهنگ انشاءالله به همه شما خوش بگذرد. در نخست یک خواندن آرام میکنم و بعدا میریم به طرف مست انشاءالله. Thank you.
بزرگ و پیانتا بازم شما عیزا و دوزدارانه که امروز در این جشنواره حضور یافتین همه تا نخوش آمدید بگم و سلام خدمت شما هم بطنان عزیز که جشنواره موسیقی را از شبکه اروپایی در اشه بهار تماشا کردستین. خوانا دارم که لذات از برنامه خود لذت برده باشین و سرودایی که تقدیمتان شد طرف توجه و علاقه شما هم بطنان عزیز قرار گرفته باشد. لذات از برنامه باز هم یک شیر براتون تکلمه میکنم و بعد براتون خواهد گفتم که اجرای کدام آوازخوان است. البته قسمی که در آغاز برنامه یادآور شدیم در لیستی که براتون خواندیم یک دختر خانم اجرا داشتن و ناگفته نمانه که یک دختر خانم دیگه هم اجرا دارن که اولین بارشان است و بدون شک صورت بسیار زیبایی را تقدیمتان خواهد کرد و تمنا دارم که طرف توجه و علاقه شما هم مدنان عزیز قرار بگیرد. کجا در بزم او جای چمن دیوانه باشد؟ کجا در بزم او جای چمن دیوانه باشد؟ مقام هم چمن دیوانه ویرانه باشد. چو مجنون تازه سازم داستان عشق و رسوایی، چو مجنون تازه سازم داستان عشق و رسوایی، که این هم در میان مردمان افسانه باشد. من و شبی که باشد قدر عاشق آنقدر پیشش، من و شبی که باشد قدر عاشق آنقدر پیشش، که چون خود را بسوزد و کمتر از پروانه باشد. میان آشنایان هرچی میخواهی بکن با من، ولی خوارم مکن چندین اگر بیگانه باشد. مگوی وحشی کجا میباشد ای سلطان محرویان؟ مگوی وحشی کجا میباشد ای سلطان محرویان؟ کجا باشد مقامش گوشه میخانه باشد؟ واسه شما را خوش آمدید میگم. سرود بسیار زیبا و مقبول که در اصلش یک آهنگ ایرانی است و هنرمند شناخته شده ما آریانا سعید بازخوانی کرده بودن و مرجان را به اون کیفیت و مزهش اجرا کرد. آرزو دارم لذت برده باشین. آدینس خوشتون آمد؟ نشنیدم. شما لذت بردید؟ بسیار مقبول، بسیار زیبا، بدون شک کار اول در هر بخش مشکلات خود داره، اما مرجان بسیار زیبا اجرا کردن. هموطنان عزیز، سالون بلومن هاوس با مدیریت محترم ناصر اسکرزاده و پرسنل مجرب با سرویس غذاهای لذیذ افغانی هر نوع محفل شادی و سرور شما را پذیرفته و در خدمت هموطنان قرار دارد. آدرس: هولستن هوفیگ 57 تابور، شماره تماس 0049 0425 49 1517. و در این لحظات از برنامه پارچه تمثیلی داریم به خاطر از اینکه چند لحظه تبسم به شما هدیه داده باشیم. به لبانتان و کسایی که در این پارچه تمثیلی سهیم هستند من نامشان را به خواهش میگیرم. شبانه سعید زاده، فرزانه سعید زاده که دو خواهر هستند و همچنان الیاس عالم زاده و بانو نوشین احمدی که یک خانم ایرانی هستند در این پارچه تمثیلی اینا نقش دارن و پارچه تمثیلی را براتون تقدیم میکنن. و از دوستا خواهش میکنم زمانی که پارچه تمثیلی اجرا میشه سکوت اختیار بکنید، بخاطر که بتونید هدف این پارچه رو بگیرید و اینا هم احساس راحتی بکنن. با افتخارشان کف بلند دوباره در خدمت حاضر میشه. چرا جیره. ای خدایا مردم الله.
ای چیه؟ ایا نمی کنه وزن تیم ها؟ اجازه نه؟ کجا رفتی؟ Yeah.
خوش آمده. بخیر آمده. Natürlich alle Menschen, aber Frauen und Kinder noch mehr leider.
Deswegen ist mein Text über Frauen natürlich und der Text heißt Käfig. Ich bin keine Frau, die vor den Schwierigkeiten des Lebens zittert. Ich bin eine afghanische Frau, deswegen passt es mir, immer stark und unruhig beweglich zu sein. Der Tag wird wohl kommen. Der Tag wird wohl kommen, an dem ich alle Türen des Käfiges auseinanderbreche. Ich würde raus auf die Straßen gehen. Ich würde laut singen und für meine Rechte kräftiger kämpfen. Der Tag wird wohl kommen. Dankeschön, vielen Dank. Natürlich alle Frauen und besonders afghanische Frauen sind sehr stark, dass die in Afghanistan unter solchen Problemen weiterleben und kämpfen. Einmal für afghanische Frauen klatschen bitte. Ja, vielen lieben Dank. و آلی از حافظ جان منصور بخش خواهش میکنیم که روی استیج تشریف بیارن و آهنگای خود تقدیم شما دوستان کنن. جشنواره ما هنوز ادامه دارد. با ما باشید و تو با انرژی باشید دوستای عزیز. تشکر بسیار زیاد. خدمت شما تمام عزیزا و ناظرین های خودتون سلام و زبانه تقدیم میکنم. خدا کنه که ایجاد تلویزیون دریچه بهار واقعا دریچه باشه به خاطر رسیدن به علوم و آرمان ها و اهداف و والای انسانی در برابر همه ما شما قرار داریم و می امیدواریم یکی دو پارچه رو براتون میخوان دوستایی که منو بشناسن خوب اونایی که نمیشناسن نام من حفیظ اسم حفیظ تخلص میکنم بر ما حرام
ناظرین یک دفعه تو جانانه اینه ما در اول استاد میشیم یکی دیگر را ندیدیم ولی که ما و والدان 5-6 سال پیشتر در شبخند دیده بودیم اونم یادش هست. خب تشکر فراوان از آقای سوان کارمنتا بانون زرگلم ولی و سپاسگزار از آوازخوان خوب کشور حفیظ منصوربخش که سرودای بسیار زیبا و سرودایی که بدون شک در آرشیف همه وجود داشت و دوباره اون را تازه ساختن. بسیار زیاد تشکر میکنیم و آرزو دارم لذت برده باشیم. هواخواه تو هم جانا و میدانم که میدانی، هواخواه تو هم جانا و میدانم که میدانی که هم نادیده میبینی و هم نمشته میخوانی. و دوستای عزیز آل اولمند بدیل حرفی میکنیم. صفی ظهوری هستم. صفی جان ظهوری حاضر میشن و بر شما دوباره آهنگ تقدیم میکنن. دوستای عزیز تشویقشان بکنین، آهنگای بسیار زیبا آمادگی گرفتم. امیدوار هستم که به ادامه برنامه بازم شاد باشین و براتون خوش دل شد. بله، با افتخار صفی ظهوری و در خط آهنگای آقای ظهوری هم بخش اخیر برنامه است و آرزو دارم که تا آخرین لحظات با هم باشین. جان سپاس. تشکر. جا با انتری چشمه برا See you.
سر در مصر خود من باشم، صدا عشق تو سر در مصر خود من باشم، صدا خان من آنا زنی با صدا شیر و غزل را بخوانم برا، شیر و غزل را بخوانم برا، دو آهنگ دیگه تقدیم حضورتون میشه. خواهش میکنم از امین جان رحیمی که تشریف بیاره و دوستای عزیز برشان کف مکم بزنین. من میگم که آخر شب از شما خسته هستیم، منتهی جوان و مستعد متعال صبر کردن از اول برنامه تا حال ما ماندن که به احترام شما عزیزم که اینجا هستیم بخونم. من میخوام که تشویقشان کنیم. دو آهنگ دیگه تقدیم حضور شما میشه و باز برنامه رو ختم میکنیم و امیدوار هستم که باز هم برتان خوش بگذره و این دو آهنگ خوشتان بیاید. تشکر از شما. بله، ما هم به نوبه خود سلام عرض میکنم به خدمت تمام مهمانان عزیز. امیدوار هستم جای سهرمند باشین و بسیار زیاد تشکر میکنم از دوستان عزیز که اینجا یک فرصت را برای جوانان ایجاد کردن تا بتانن هنرنمایی کنن و انترتینمنت در پرده تلویزیون داشته باشن. چون من هنرمند رسمانگوی مسلکی نیستم و بازم تعمل کردن شما اگر با اجازه دوستای عزیز و هنرمندان عزیز که تشریف دارن اگر کم باستی میشه با مزد بباشن. ز شادی ها گریزم هر پناه نامرادی ها، دل چون را نبوده محبت آشنا Thank you.
بسیار سپاس. خب بازم از همتان جان سپاس و سپاس از کنندگانی که دعوت ما رو پذیرفتند و سرودهای زیبایی تقدیم به شما کردند و جان سپاس از شما حاضرین در تالار که قدم را جفا بودیم و هزاران تماشاگری که این جشن را تماشا کردند. تمنا دارم از جشنواره امشب لذت برده باشیم و همهش بیننده تلویزیون بهار باشیم و بخشهای مختلفی را که بخش اروپایی دریچه بهار پیشکش میگونه در آشان بکنید اون لفظت دارد. اوکی، آلی بخش سپاس نامه هست دوستای عزیز. سپاس نامه مطلبی تایید شده که نوشته است دو نخستین جشنواره تلویزیونی اروپایی در چه بهار. نهم سپتامبر 2017 هامبورگ جرمنی. دبیران برنامه تلویزیونی اروپایی در چه بهار در کنار تهیه و تنظیم نشرات فرهنگی، ادبی، اجتماعی و سیاسی خشت با اخلاق و صمیمیت تمام تلاش دارند تا جهت رشد استعدادهای جوانان و زنان کارهای مفید و دخمن را انجام دادند و کوشش می نمایند تا بتوانند از این دریچه صدای رسای فرزندان وطن و به خصوص نسل فراموش شده و چالش‌های جوانان در داخل و خارج کشور را به گوش هموطنان ما و جوانیان برسانند. این سپاسنامه است که ما تهیه کردیم و من نام دوستان ما و همکارم بکتاشتان البته نام همکارای ما را که در این تایی دو ماه ما را همکاری کردن و این جشنواره را همراه ما تنظیم و ترتیب کردن میخوانیم که اولینش خالد جان شیرزاد هستند و افتخارش هم کف بزنین از خالد جان خواهش بکنم که بیاین سپاسگزاری کنم. خالد جان شیرزاد کسی که بدون شد شما از طریق رسانه‌های مختلف تصویری افغانستان کارا و فعالیت‌هایش دیدیم در برنامه بزرگ تفریحی شبخند اینا حضور داشتن و همچنان امشب افتخار بخشی در مارا میساج را تنکاری کردن. من از بانو زرمانت ولی مسئول برنامه دریشی بها خواهش میکنم که سپاسنامه خالد جان را شما تقدیم بکنم. خالد جان عزیز از اسماس بالای امشب با برنامه ما همکاری داشتی و برنامه های لیدیز نایت ما همکاری داشتی و همیشه حاضر بودی از انگشتای طلایی واقعا حاضرین هم تایید میکنن که بسیار عالی می نوازی. بسیار زیاد تشکر و از احساس بالای برگ سبز توفی درویش بکنم. تشکر خاله جان، سلامت باشید. تشکر بانو ولی. خب دوستان عزیز، به این ترتیب در آغاز خواستیم که آوازخوان‌ها را سپاسنامه‌اش را تقدیم بکنیم و بعد به ترتیب تمامی کارمندایی که در تصویر و در پشت تصویر زحمات زیاد متقبل شدن. و حال از وحید امانی آوازخوان خوب ما که سرودهای زیبایی را تقدیم به شما کردن و تمنا دارم از سرودهایشان لذت برده باشیم. خواهش میکنیم که روی سدیش بهر و از آقای صمد کارمند مسئول برنامه دریچه اروپایی بهار خواهش میکنیم که سپاسنامه آقای وحید امانی را تقدیمشان بکنند. کارمند صمد کارمند قلبم سپاسگزار است که در برنامه جشنواره دریچه بهار شرکت کرد و شد موفقیت و سلامتی به تو. قربان شما آقای صمد کارمند و شما جهان سپاس و خانم زرین ولی جهان سپاس که ما را شب در اولین جشنواره دریچه بهار ما را دعوت کردن. جهان سپاس شما. قربان شما. تشکری خاص از خالد جان بکنم که واقعا موسیقی رو شاید بسیار تنظیم کرد و از دوست عزیز ما یک از شخصیت های خوب سیاسی فرهنگ اجتماعی ما از جناب داوود کرمفر تقاضا میکنم که یک رقام هایی تشریف دارن و سپاس نامه هایی که آماده شدن و دوستا یک رقام با ما و خانم ولی در توقیه شرکت بکنم. تشکر. دوست قدیم و مجید جان رستمی هستن امشب شما مجید جان رستمی که امشب آنگاهش شما شدیدیم یک جان بسیار فعال ما نمند خوب و با صدای بسیار زیبا هستند. خب تشکر از مجید جان رستمی هنرمند جوان و آزمان جوان که سرگاه زیبایی در امشب تقدیم با شما کردن. بهار سفیجان زهوری اینا هم یکی از آوازخوان‌های ما هستند که امشب در این جشنواره با ما بودن حضور دارن و افتخارشان.
سوال جمهوری از آقای از خانم زغرا ولی پیش بگیریم که سپاس کامه شما تقدیم شما کنیم. صدی جان زوری داوالی صداهای ما همیشه صدای ما را لبیک گفتیم و ما بسیار زیاد تشکر بکنم از ایسا سوالیتان و امروز که تشریف آوردیم با امی سپاسنامه را که ترتیب کردیم فقط باز رو میگم بعد سخت توفی در ویش کم با برم شما بخیر باز وقتم بود را خواد شد نرمند بردیم و این جان تشکر به سایز انرژی های کامده ای آخر پیدا شد. از محترم و این جان سایل خواهش میکنیم که بیاید سپاسنامه خود تسلیم شود. نرمند بسیار خوب و با صدای بسیار رسا و مطلوب. یک تشکر خاص از وحید سایل، هنرمند جوان با استعداد با انرژی پرتوان با حوصله همکار و دوست بسیار خوب ما. امیدوار هستم که شما در برنامه دوم دریچه بهار صدایشان شنیدید، خوب درخشیدن و همیشه همکار ما بودن. برایشان تبریک عرض میکنم. و ای جان سایل خودتان هم همیشه از همکارای ما بودیم و همیشه همراه ما همکاری داشتیم. احساس و والایتان قابل قدر است. بسیار زیاد تشکر. ممنون. خب سلامت باشید. سپاس از بیجان سایل و حال نومت آوازهاره که خب در کل هم از عباد فراوان خود را کشیدن. دوبجان اقبال کسی که از امروز ساعت 11 بجه به خاطر این برنامه تلاش کردن و تمام ساوند سیستم را اونا مسئولیت شما رو نداشتن و همچنان یکی از آوازهانه این بسیار شوخ و بشاش و شادا به افتخار دوبجان اقبال که از خود خواهش میکنه که سپاس آمش نفرد بشن. داوجان اقبال از این فرصت خیلی فرار کرده. البته باید بگویم که داوجان اقبال امروز مسئولیت تنظیم تکنیک برنامه را به عهده داشتند. بسیار با علاقمندی با حوصله برنامه را سراپا تنظیم کردند. یکی از یارهای بسیار قدیمی ما هستند، یکی از هنرمندهایی هستند که سالهای طولانی در ارکستر برگ سبز در شهر کابل خوب درخشیدند. یک کف جانانه برای داوجان اقبال. داود جان اقبال تشکر از شما که واقعا با احساس عالی با ما بودید، همیشه با ما هستید و همکاری های بیشتر کنم میخواییم، موفقیت بیشتر میخواییم، همکاری بیشتر کنم. تشکر همکاری عزیز. هنرمند بعدی ما آرمان جان امانی هستم که امشب آهنگ بر ما تقدیم کردن. از این دوست ما میخواییم سپاس نامه بدهیم و تشکری بکنیم که نوازنده بودن در وقت نوازنده بودن در وقت نوازنده بودن. خب تشکر فراوان از تمام دوستان و به ترتیب در کل همکارایی که در تهیه و تولید این برنامه زحمت کشیده بودن. بدونشان شما این برنامه را شاید در قالب یک ساعت یا دو ساعت تماشا کنید. به خاطر تهیه و تولید این برنامه صدها جوان شب و روز زحمت کشیدن و حال از ناصر جان عسکرزاده خواهش میکنیم تا بیاید سپاسنامه خود را بگیرم. ناصر جان عسکرزاده با مزد توسعه عزیز نارسته نواده جان سپاس از ناصر جان به خاطر از اینکه این تالار زیبا و قشنگ را در اختیار ما قرار دادن. البته مسئول یا رئیس تالار بلومر هاوس که همیشه در برنامه های دریشی بهار با ما همکار هستن و همیشه تالار در خدمت ما گذاشتن. بسیار زیاد تشکر. اگر سلام های هم داریم بیرمونیم. سالون بلومن هاوس در هر مسائلی که باشد در خدمت این دوستان قرار داره. ما در خدمت شما هستیم و از دوستان تشکر میکنیم. تشکر. قابل تشکر است که ناصر جان از جمله همکارای عزیز ما هست و اولین باری که امروز تماس گرفتیم که ما با
برنامه های خود اینجا سمت میکنم. شما تمام برنامه های دریچه بهار از همین سالون که پایینش هست تماشا میکنیم، از همکاری خالصانه و از رفاقت و دوستی که ناصر عزیز برای ما داشتن برای برنامه ما قلبا سپاسگزاری میکنم. امیدوار هستم که ناصر عسکرزاده بهتر خوبتر از این داشته باشه و همیشه ما مهمان سالون های گرم ناصر جان عزیز باشیم. شما من همیشه رستوران در خدمت ما بودم و ما ثبت داشتیم و تمام بینندگان عزیز شاهد هستم. جهان سپاس. تشکر بسیار زیاد. دوستای عزیز، امین همین لوگویی که شما می‌بینید لوگوی برنامه دریچه بهار است. احمدشاه علوی، هنرمند برجسته کشور ما که بیش از 14 است خدمت می‌کند بسیار زیاد صادقانه و حداقل یک ماه زحمت کشند با طرح‌های جالبشان که روان کردند و هر بار تر روان می‌کنند ما و خانم ولی باز نظریات داشتند روان می‌کنیم، ولی بالاخره همین طرح را آماده کردند. ایده ما بود ولی تمام زحماتش را اونا کشیدن و ایده های خودم داخل کردن. اینجا تشریف ندارن. خواهش میکنم که یک کف جانانه به افتخار مدرم احمد شاه علوی که واقعا حمایتگر ما در شروع های کار ما، یعنی که در قدم های اول کار ما بودن و ما را مشوق شدن که ما کار خود ادامه بدیم. با ساختن امی لوگو ما مسئولیت احساس کردیم که باید پیش بریم و گام های بعدی را بگذاریم که ما قلب من از اونها سپاسگزار هستیم. ما سهر بر از اونها میخواییم انگشتایشان بیشتر از پیش به شکاری های بیشتر تواناتر میخواییم. خب، در لحظات از برنامه نوبت میرسه به امین جان رحیمی. امین جان رحیمی حضور داره؟ همین جان رحیمی هم یکی از آوازخوانهایی که سرودهای بسیار زیبا و مقبول و شاد را امشب تقدیم ما کردن. به افتخارشان خوش آمدید. من از استاد محترم خواهش میکنم که سپاسنامه همین جان رحیمی را تقدیم کنید. تشکر همین جان. سلامت باشید. دوست بقیم و فرزانه جان سعیدزاده هستند که پارچه تمثیلی را تقدیم ما کردن. خواهش میکنم که بیانید باز نامی خودت از این شاید. فرزانه جان سعیدزاده و خواهرشان شبانه جان سعیدزاده جوانان بسیار فعال هستند که تازه به اروپا آمدند و اینا مکتبای مسلکی هنر خواندن در کشورهای ایران و در مهاجرت و خوشبختانه بسیار کم از در آلمان آمدن و بسیار خوب هم دروشیدن و فعلا پله های بلند هنر را تأکید می کنند که امروز شما شاهد کارکردهایش بودیم. ما از اینا جهان سپاس می کنیم. با گروپ کاریشان واقعا خوب دروشیدن. همیشه موفق و کامگار باشید. دوست بعدی ما فریده جان سادات هستن از برلین که همکار ما هستن در بخش های مختلف. از اونا خواهش میکنم که بیان. از فریده جان سادات که همکار ما هستن در برلین و از گزارشگرهای ما هستن در یه آخر امرای با همکاری نزدیک داشتم و پسرشان الهام جان که موقت به من از اینا سپاسگزار هستیم. تشکر. سلامت باشید فریده جان. تشکر عزیز. خب، در این لحظات از برنامه نوبت میرسه و یکی از همکارهای دیگه ما که بدون شک در بخشای مختلف برنامه ما همکار بودن رومن جان کارمند متولد 12/11/2013 حضور دارد؟ نیستن؟ خب خیلی بریم به نفر بعدی. الهام جان هاشمی هستند که همکار موفق خوبم هستند که امشب تمام وقت دوستای عزیز که ما ششتر بودیم اینا استادپای همینجا فیلم برداری کردن. به افتخارشان دست بزن بودن.
از احساس حالی که خود داوطلبانه اشتراک کردیم. خب، تشکر از الهام جان و سامی همکارا. اجمل جان، حضور دارد؟ اجمل جان، خب، به هر صورت اجمل جان هم نیستم. شویسه جان ولی هستم که در بخش اینترنتی و آنلاین ما را همکاری میکنم که فعلا نیستم را شامل رو. خب، و حال اسپارت جان ولی کسی که در یک بخش نیگه در چندین بخش با ما همکار بودن این هم نیستم، خب، به هر صورت اسپارت جان ولی پسرم هستم که واقعا در قسمت همکاری با هنرمندان و برنامه ریزی های ما نقش فعال داشتم که نظر ما و کارمند زبانی بود که اونا را تقدیر کنیم یعنی که واسطه بازی نیست واقعا اونا همراه ما همکار بودن. خب ما تشکری میکنم و بعد بانو ولی برشان تقدیم میکنم. نفر بعد؟ نفر بعدی کارمند جان کارمند هستن که اونا همکار محترم و ناروند کارمند بله با افتخارشان ناروند جان کارمند حضور دارن؟ در بخش تکنیکی ما را همکاری کردن فعالانم با افتخارشان یک گل منتظر شما هست یک سپاسنامه منتظر شما هست دوستای عزیز باور کنید که کل فامیل ما همراه ما مشترک کار فرهنگی میکنند ناروند جان کارمند دخترک صمد کارمند است و ما اینا رو در نظر گرفتیم به خاطر جوانهایی هستند که با احساس در خانه در کامپیوتر دسترسی دارند اینترنت دسترسی دارند و ما را واقعا همکارای بسیار خوب هستند ما تشکر میکنیم و فقط برتان آرزو داریم. تشکر، خواهش میکنم معرفت کنم تو میگویم کارم هست. تشکر ناروند جان عزیز. تشکر، سلامت باشید. خب، بهار همکار بسیار خوب ما کسی که میدونه شک کسی که در اروپا هستیم بخصوص در آمبور با شیرم و کارایشان آشنایی داریم جوانی که خیلی ها عاشقانه ژورنالیسم و خبرنگاری را دوست دارند و همیش تلاش کردن از رسانه‌های اجتماعی برنامه های مختلفی را به شما نشر بکنند و حال خوشبختانه در تیم کاری تلویزیونی دریچه بهار با ما هستند و امشب هم شما از آغاز تا به حال دیدین که زحمات فراوان کشیدن با افتخار سلیمان لمر کف بلند سلیمان جان لمر از جوانهایی هستند که شما از طریق اینترنت، از طریق فیسبوک، از طریق برنامه های تلویزیونی کارکردهای بزرگشون همیشه میبینیم انسانی هست که واقعا وقت داره، فداکاری داره و با حوصله و یکی از بهترین های هستند که در کنار ما هستند و همکار خوب برنامه دریچه بهار خواهش میکنیم یک کف جانم به افتخار زحمات شبانه روزی کشیدن و همه یک چند سال برنامه را میبینیم و
دکتر آقای سحری کارمند و خواهر عزیزم خانم ولی و تیم تخنیکی واقعا این برنامه را خوب تدارک دیدن و افتخار منی و افتخار تمام تیم دریچه بهاری یک کف جانانه بزنیم. از محترم داود کرمزه تشکر و که امرای مبرهی کرد از دریجان مستمندی یکی از فعالین اجتماعی و یکی از چهره های خوب هامبورگ خواهش میکنم به یک در بابا در توضیح سپاس نماز سر میکنم. تشکر. دوست بدی ما نوید جان عثمانی هستن. نوید جان تشریف یعنی سپاس نامیتونه تسلیم شدید. نوید جان عثمانی حضور دارم؟ مهربانی و افتخارشان نوید جان عثمانی را گفتن آمانه کسی که با پنجه های طلاییش طبله را بسیار زیبا می نواخت. اگر نواختر طبله در این برنامه خوش را آمده یک بار دیگه هم که آمده نوید جان عثمانی تشکر از شما در اولین تک زدن های ما در اولین تلفن های ما شما ما را سوال ما را لبیک گفتید و آمدیم در اینجا جهان سپاس از شما و فقیت بیشتر برتن میکنیم. تشکر کاری که من را مقرای کردیم بسیار زیبا تشکر. خب در این لحظات کسی که ام نام مهمست و ام تخلص مهمست اما در آخر یک تخلص دیگه اضافه شده که کمی تفاوت میکنه کسی که در بخشای هنری و فرهنگی از ابتدا تا به حال با تیم دریچه بهار با بانو زرمنولی و آقای سمد کارمند زحمات فراوانی کشیدند و امشب با جوانا و تیم کاریشان مسئولیت امنیتی جشنواره را به عهده داشتند که با شانه و شانه از آغاز تا حال با ما بودند. به افتخار بکتاش جان ولی سلطانی کف بلند بکتاش جان حضور دارم و از مادر جانشان پیش میگرم جمی سپاس نامیشان و ترتیبشان بکنم. تا زمانی که بکتاش جان ولی یک از چهره های خوب یک از جوان های بسیار رشید و آقای ما در حبود هست و همیشه چهره صمیمی و همکار ما بده به افتخارشان کرد. جالبی بود و کار ما بسیار مشکل بخصوص در وقت جلسات ما دو تا بکتاش ولی داشتیم. وقتی که ما سوالات خود تر میکنیم چنج میشد بالاخره از یکی از اینا خواهش کردیم که نام یک تانه یک میمانیم نام دیگه تانه دو و اینا گفتن نه ولی این نزدن خوب نیست بنام بکتاش ولی اول گفت که خیمه یک تخلص دوگام در پولیش دوگام میکنم سرطانی که ما چنج نشیم و به ایسا یک سرپرایز از فرما شما که دو بکتاش ولی و خانم ولی همه در یک برنامه سم داریم با امید موفقیت بیشتر ولی ها تشکر از همه شما خدا کنه خوش و خوب تیر شده باشه مقرد برای تشکر و یک تشکر خاص از فرادیان هاریا هنرمند بسیار محبوب بسیار عزیز ما با وجودی که واقعا مریض بود و حتی تب داشت و خواهش ما را پذیرفتند و بهترین آهنگ را تقدیم کردند برشان زندگی خوش با سعادت و برگ سبز توفیق درویش سپاس نامه در برنامه دریچه بهار خدمتشان تقدیم شد. زنده باشید سلامت باشید. ما هم یک تشکر بسیار خاص از پروگرام زیبای دریچه بهار همچنان خانم ولی و آقای کارمند یک جان تشکر شما و یک جهان باز هم تشکر که همیشه این نموت شما زامد میکشید همیشه این نموت هنرمندوش این نموت هنرمندوی تانم چیز همیشه مورد ارجمندی قرار میتیم و تشکر میکنم زنده باشید. به افتخار تبسم جان واقعا و امرای ما بسیار یک احساس عالی همیشه هم پر بودن یکی از گزارشگرهای ما هستند در بیلی و همیشه هم پر خوب ما بودن بانویز که واقعا استعداد زیاد داره و امیدوار از هم تله های بلند موسیقی ادامه بدیم و در آینده یک هنرمند موفق تمام مردم افغانستان باشیم. دوستای عزیز میخوام
میخوام یک تشکر ویژه از خانم زبونه محترم و آقای صمد عزیز بکنم بابت این تصمیمنامه که رو در نظر گرفتن. امیدوارستم که همیشه همونطور که موفق و پیروز هستن همونطور موفق باشن. واقعا تشکر. من باید برم به سمت بیلین چون فردا بخیر ساعت 6 صبح باید برم هانوکه. وقت دارم یک بودم چونم خیلی دوستشون در کنار شما هستم باشم و متاسفانه که نمیشه. امیدوارستم که شب خیلی خوبی داشته باشیم. خدا نگهدار. تشکر از همیتون، سلامت باشین، بازمتون تبریک باشم و آرزوی موفقیت بیشتر. اصلا این جوان، عقید منصور، آوازخان نبود و گاگای همدمه میکرد. یکی از آدمایی بود که در جنبش جوانای افغانستان، در سازمان دموکراتیک جوانان وقت، یکی از بهترین چهره ها آدمایی بود که امروی ما یک جای دوشار دوش در تمام ولایت افغانستان و در شهر کابل بدون خستگی با ایثار و فداکاری به خاطر وطن و مردمش رزمید و این جوان همیشه سر بلند داشت. سینه خود به خاطر دفاع وطن هم قرار داد و از روزی که در آلمان آمده نه تنها که یک جوان سیاسی بود، اجتماعی و ادبی بود، امروز یک هنرمندی هست که همه ما شنیدیم و کیف کردیم. عفیف منصور که خوشبختانه یک نام هنری بسیار بزرگ خرابات افغانستان که مرکز موسیقی و مرکز هنر افغانستان هست و خود کمایی کده که استاد بزرگ این لقب برش داده تخلص خواهد داده. من از شما ارزو میکنم حفیظ به پیام من و خانم ولی جواب مثبت داد و از شهر فرانکفورت با وجودی که بسیار مشکل داشت قدم رنجا کرد، مهمان ما شد و امشب در پاری تمام هنرمندای عزیز ما خانم جان گل که بسیار مقبول نواخت و همه ارکستری که اینجا وجود داشت واقعا شاهانه خوان، آهنگای میهنی خوان. بر حفیظ یک کف جانانه بذارید. حفیظی که دیروز هنرمند نبود امروز یک هنرمند شده و در کنار دیگه دوستای ما همه تو تازه باشه، همه تو جوان باشه، کاکه باشه، سرشار باشه، رفیق خوب باشه، رفیق به این مدام که سرش صدا کردیم گفت که دوستای عزیز خانم ولی آقای کارمند شما فرما بسیار حق دارین و خاطر شما اگر ضرور باشه با قلمای خودم میایم با این قلمای نازنین شما با شما عاشقانه خوان یک کف جانانه و تشکر کارمتر. خوشبختانه دوستا که من افتخار همکار بودن حفیظ جان دارم که ما یک جای سالای زیاد یک جای کار میکنیم از مبارزین روزای سخت و دشوار کاری ما هستم. افتخارات اگره که در خارج از کشور کمایی کرده قابل تقدیر است و واقعا یک هنرمند مردمی میهنی که امروز همه بالایش افتخار میکنیم. این موفقیت برای شما همیشه تبریک میگم. پایدار باشید، جاودان باشید و از انصاف عالیتان بسیار زیاد تشکر که شما قدم رنجا کردید از فرانکفورت تا اینجا با وجود که خسته بودید تشریف آوردید. بسیار زیاد تشکر. برگ سبز توفی دمشق برای شما داریم. باشه. من فقط هم خود کوتاه میگم که
حالا تا نگویم که رفیق بازی رو ما سمن جان رفیق قدیمی هستیم دیگه شکل نیست خوب قدیمی که جوان جوان بچه ها بودیم دیگه حالا ما مقدر دوست شما دارم اونم هم محترم از پیش میکنم و مذاب نکنم چند سال پیش دیگه زرگونه جان گفت های مردم باید نازم پیاست از همه شما جوان سپاس من سختی واقعیت شخش ندارم بگر بدون آنه من اتنیست که اون پروانی نیکار کنم بازم سلامت باشین کم ما و کرم شما زنده باد آن گروه یاد خب و حال از دختر خانمه که اونا هم بدون شک در بچه های مختلف با ما همکار بودن و نفته نواره که پارچه تمثیلی را که اجرا کردن بسیار زیبا یک ممثل بسیار خوب و یک هنر پیشه بسیار خوب بانو شبانه سیدزاده البته اینا دو خور هستن یک خور شانومه دو و حال به خوبار شبانه جان سیدزاده پیش از اینکه شبانه جان سپاسنامه خدا بگیرن جواد پیشتری که معرفی شد خالد کیهان که فرزند عارف کیهان است خوشبختانه موزیک برنامه دریچه بهار که شما میشنوید از کارها و ابتکارات خالد کیهان است خالد کیهان با تمام علاقه من این موزیک ما برای ما آماده کرده اینجا تشریف ندارند حتما سپاسنامه ایشان برشان میرسه ما آرزومند هستم که برای خالد کیهان همه تان یک کف جنانه میشنوید ما به محبت خود از خالد کیهان که در اولین قدمهای ما ما را همکاری کردن و حتی استدیو و موزیک در اختیار ما گذاشتن ما جهان سپاس میکنیم اونا بودن که ما را تعرق دادن و کار بدی ما که آینده ما شاید موفقیت های بیشتر را داشته باشیم از برکت از این محترم احمد شای حلبی و خالد کیهان است تشکر خب حالا میشه از پاسنامه شبانه جان رسال تقدیم شما بکنیم بیروانیم تشکر، سلامت باشید. شبانه جان، بسیار تشکر. ما میخوام که پارچه تمثیلی بسیار برات زحمت بود و تقریبا یک ماه سر از این کار شد. جهان سپاس از زحمات و خودت داوطلبانه و با احساس حالی پارچه تمثیلی را اجرا کردی. خودت و همکارای و این که حاضر شدی و گروپ کاری را جمع کردی، زحمت کشیدی. جهان سپاس. دوست بعدی ما ادریس جان صاحب. لطفا تشریف بیارید ادریس جان ادریس جان سایل هستن؟ خب ادریس جان سایل کسی که در بخش جاز ما را همکاری کردن جاز نواز بسیار خوب جوان فعال و هنرمند بسیار خوب من باش گلم بگیریم ادریس جان بیرمانید خب در این لحظات از برنامه فقط دو نفر باقی مانده کسی که چند کار نفر آمد به خدا یک کار جدید و آلیش امشان هم شاید بودیم مرجان همکار بسیار خوبم دختر خانم فعال و دختر خانمی که در بخش‌های مختلف فرهنگی و در بخش‌های مختلف زحمات های فراوان میکشن و در این برنامه از یک ماه به این طرف تب و تلاش زیاد کردن البته من گفتن نمانه که مرجان جان دانش آموز دانشگاه بریمن در رشته حقوق و اقتصاد هستند که دو رشته را همزمان میخوانند در پالیش یک خبرنگار بسیار خوب و آهسته آهسته علاقه دارند که آوازخوان هم شوند آرزوی موفقیت برشان میکنیم و از بانو زرگونه ولی بهش میکنم که سپاسنامه شما تقدیم میشه از استاد خوب مرجان عزیز یکی از بهترین همکارای ما هستند که از برنامه دوم دریچه بهار با ما پیوستند جوان با استعداد با انرژی و با تمام علاقمندی در پهلوی تیم دریچه بهار استاد شدند و تا امروز کار کردند ما قلبا از همکاریشان سپاسگزار هستیم امیدوار هستیم که در برنامههای بعدی بهتر از امروز و بهتر از دیروز بدرخشند که چنین خواهد برشان سعادت و عمر و سلامت آرزو میکنم من به نوبت خود از بانو مرجان حمیدی تشکر میکنم به خاطر که با علاقه بسیار فراوان از روزهای اول با ما همکار بودن و همکاری را ادامه میدن جوان فعال جوانی که بر علیه خشونت زنان مبارزه میکنن جوانی که در بریمن دست بالای کاری با مظلوم داره و جوان است که واقعا کارکردهایش قابل لمس و چشمگیر است و ما خوشحال هستیم که اینا را با خود داریم همیشه با ما باشد موفقیت بیشتر به خود میخواهیم OK,
اوکی دوستان عزیز، فقط یک نفر دیگه میمونه که هم کسی نیست غیر از پانوفایل ها که بکتاش جان ولی هستن. بکتاش جان ولی بدون عثمانی. خب بکتاش جان در افغانستان در رسانه ها فعالیت داشتن و همچنان در تلویزیون آینه و مدت 9 سال فعالیت داشتن. یک جوان بسیار موفق هستن و فعلا در آلمان هم کارهای خود را تحقیق میکنن و بسیار علاقه و شوق به این کار دارن. میخواد که همیشه کارهایشان به خوبی آمادگی میگیرن که به خوبی و خوشی سفری شود، چنانچه که ما یک روز تا وقت ماندیم شیشتیم خود خود انجام دادیم دهی برنامه که برنامه مطابق میل شما دوستا پیش بره. تبریک شما دیدین که باز ما هم تو یکم چیزای جالب در برنامه جا داده بودیم که شاد باشه. تشکر میکنم از بکتاش جان و میخوایم که سپاسنامه شما تقدیم کنم. ما دیگه چی بگویم در مورد بکتاش جان؟ شما شکاریایشان ندیدین، صحبتشان ندیدین و کارکردهایشان ندیدین. واقعا جوان فعال با انرژی و با تجربه ژورنالیستی که ما خوشحال هستیم اینا رو با خود داریم. امیدوار هستم همیشه با ما باشن. موفقیت های بیشتر برشان میخواییم. از احساس والایتان تشکر. سلامت باشین. منواز کردیم. سپاس. بکتاش ولی از روزی که با ما پیوستن واقعا استعداد خود تبارز دادن و ایسی کسی که در رسانه ها در افغانستان کار کردن و تجربه کافی دارن. خوش هستم که بکتاش ولی در کنار ما قرار دارد و یک رو با تیم دریچه بهار برنامه ها رو با ما یک رو همکاری میکنن. بکتاش عزیز برای تشکر رو با ما موفق کرد. محبت کردم. سلامت باشم. تشکر. دوستای عزیز فقط دو نفر دیگه مانده، مقدر هم توفت کنیم باز از یه راهنگ مست داریم که کلتان میتونیم بخیر در اونجا در بین تالار پایکوبی کنیم و رقص کنیم. خب دوست بعدی ما نوشین جان احمدی هستم که پارچه تمثیلی رو بر ما تقدیم کردن. افتخار قانون نوشین احمدی که از کشور جمهوری ایران هستم. افتخارشان آهنگ تن رو من میشه اجرا کنیم یک آهنگ نوشین جان آباد نوشین جان تشکر میکنیم از شما که با گروپ تئاتر ما علاقه گرفتین و آمدین یک جایجا کار کردین و در این یاد گرفتین با گروپ تئاتر ما موفقیت های بیشتر برتون میخواییم. جهان سپاس از شما. بار بار با ما باشین. خب نوشین جان میگه که این گل بسیار مقبول و ما دارین، اگر ما در مقابلش یک توفه و تانونت رو میشم کار ندارم. من در مرحله اول سلام میکنم خدمتون. درست لحظه خدافظیه سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیز از اینکه در نخستین جشنواره تلویزیونی دریچه بهار خدمت شما هستم و حضور پیدا کردم. خیلی خوشحالم. امشب سه تا افتخار نصیب من شد. اولین افتخار برای من این بود که در حضور افغانهای محترم بودم. این خیلی افتخار بزرگی برای من بود. دومی که تونستم یک پارچه تمثیلی به شما ارائه بدم هرچند ناچیز. و سومی که افتخار اینو به من دادن که بتونم الان یک آهنگ البته بدون موزیک برای شما اجرا کنم. به افتخار خب امین یک سپاسنامه دیگه هم مانده بعد از اون نوشین جان سرود بسیار زیبای خود براتون تقدیم میکنه. الیاس جان احمدزاده حضور داره و افتخار الیاس جان احمدزاده که اینا هم در این پارچه تمثیلی سهیم بودن و نقش یک خان بسیار ظالم نداشتن. آرزو دارم در زندگی واقعی هیچ جوان و هیچ مرد به این رقم نباشه. البته اینا همون خاطرات گذشته افغانستان را تمثیل کردن و هر کسی که برنامه را در افغانستان تماشا میکنه امیدوار هستم از همچون آلات و از همچون شرایط دوری بکنین و از ایالت برایین. خب به افتخار شما کف بلند. خب ما تشکر میکنم از آقای صمد کارمند، بانو زرگونه ولی و استاد مهربان و از تامی همکارهای عزیز و حال ما یک در اختیار شما شد. مثل باد فصل پاییز قم لعنتی به من
حتی بابون نفهمی که چه آفتی به من زد. روانیش ها آسمون مست جنونی، آسمون تشنه خونی، آسمون چه روسیاهی، آسمون چه بیگناهی. اگه زندگی از آبه یه حبابه و یه آبه، من بگریه ها زندباد افغانستان با یک صدا جوان نیدیمی افغانستان.